سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی همکاران گرامی و دوستانی که امروز در جلسه نمایندگی منطقه شمال آلمان ما را همراهی می کنند. خب امروز 19 فوریه سال 2023 هست و مصادف هست با 30 بهمن ماه 1401. ما امروز توسط خانم زهره حقبالی موضوع سخنرانی داریم با عنوان کنوانسیون زبان مادری که مقایسه شده با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. آقای حسین مرادی زاده رو داریم با موضوعی که در حال حاضر در ایران بسیار زیاد شده با عنوان خشونت خانگی در ایران. خب دوستان گرامی، ضمن اینکه از خانم زهره حقبالی تقاضا میکنم که دستشون رو بالا ببرن تا بتونیم صحبت‌های ایشون رو بشنویم، شما رو به شنیدن صحبت‌های ایشون دعوت میکنم. ممنون خانم حقبالی، بفرمایید. سلام، روز بخیر خدمت دوستان و همکاران عزیزم و کسانی که ما را از لینک یوتیوب مشاهده میکنند. همطور که اعلام شد، موضوع صحبت من امروز در مورد کنوانسیون زبان مادری و مقایسه اون با قوانین در واقع جهانی و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هست که ما این موضوع رو انتخاب کردیم به دلیل اینکه روز 21 فوریه روز جهانی زبان مادری انتخاب شده از سوی سازمان جهانی یونسکو و دلیل این انتخاب این بوده که سالها قبل کشور پاکستان منطقه بنگلادش رو که جزء کشور پاکستان بوده ممنوع کرده بودن از اینکه به زبان مادری خودشون صحبت بکنن و مثل الان که در ایران به دلیل حق طلبی بسیاری از مردم در واقع به گلوله بسته میشن، اون موقع هم بنگلادشی هایی که الان دیگه مستقل شدن از پاکستان به گلوله بسته شدن به خاطر اینکه از حق داشتن یادگیری در واقع زبان مادری خودشون دفاع میکردن و به این حق اصرار میکردن، به گلوله بسته شدن، کشته شدن و بعد سالهای بعد سازمان جهانی یونسکو در سال 1999 روز 21 فوریه رو برای بزرگداشت در واقع زبان مادری انتخاب کردن و دلیلش هم این هست که اهمیت تنوع فرهنگی و تنوع زبانی بسیار حائز اهمیته، چرا که در واقع تاریخ بشریت بر روی زمین رو به اثبات میرسونه و متاسفانه الان خیلی از زبان‌ها هستن که در سطح جهان از بین 6500 تا 7000 زبانی که وجود داره 47% گفته شده که رو به زوال هستن، یعنی در واقع نیمی از این زبان‌ها دارن از بین میرن و در واقع تاریخ بشر هست که مدفون میشه. متاسفانه در کشور ما هم این اتفاق افتاده و کشور ایران هم از این قاعده مستثنا نیست و گفته شده که 24 زبان هست که در ایران داره به فراموشی سپرده میشه یا اینکه کلن از بین میره. یه سری زبان ها هستن که مرده هستن، یعنی اینکه هنوز وجود دارن ولی کسی بهشون دیگه به این زبان صحبت نمی کنه و یک سری زبان ها هستن که کلن از بین رفتن و دیگه اثری ازشون باقی نمونده. در صورتی که طبق گفته زبانشناس ها و به خصوص چامسکی که خب پیشتاز هست در زبانشناسی یا همون لینگویستیک، زبان مادری بسیار حائز اهمیت هست به خاطر اینکه فرد وقتی که میخواد با دنیای اطرافش برای اولین بار ارتباط برقرار کنه در واقع از زبان مادری خودش استفاده میکنه. با زبان مادری خودش هست که فرد میتونه به راحتی احساسات و عواطف خودش رو بیان بکنه و با پیرامون خودش ارتباط برقرار بکنه، به تبع اون مسلماً فرهنگ و هویت فرد در واقع شکل میگیره و برای همین هست که زبان‌ها به عنوان میراث فرهنگی ازشون یاد میشه و کشورها و دولت‌ها موظف هستن به
حفظ میراث فرهنگی خودشون و انتقالش به نسل‌های آینده برای اینکه از بین نره. مطابق با ماده 30 کنوانسیون حقوق کودک و پیروان قومی مذهبی زبان‌های بومی، افراد باید از حق داشتن فرهنگ و مذهب خود بهره‌مند بشن و از اون محروم نشن. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم در ماده 15 قانون اساسی اومده که زبان و خط رسمی مشترک کشور ما ایران در واقع فارسی هست و اسناد و مکاتبات و متون رسمی باید به زبان فارسی باشن، کتاب‌های درسی باید به زبان فارسی باشن. اما یه بخش دومی داره که مغفول مونده و بهش عمل نمیشه و اون این هستش که تدریس زبان‌های قومی مناطق مختلف هم آزاده، یعنی که میتونن به راحتی آزادانه در واقع اون رو تدریس بکنن، در صورتی که خیلی موارد نقضی وجود داره که این اتفاق نمیفته. و این در حالیه که ایران سالها هست به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل پیوسته که گفته میشه در اون که افراد باید زبان مادری و قومیتی خودشون رو بتونن آزادانه در واقع یاد بگیرن، به آیندگانشون منتقل بکنن. من دو نمونه از این در واقع موارد رو در ایران انتخاب کردم که در موردش صحبت بکنیم با هم. یکی آموزش زبان کردی هست که توسط یه خانومی به نام زهرا محمدی که فعال مدنی بودن انجام می شده. ایشون دستگیر شدن و اتهام تبانی علیه امنیت ملی براشون در واقع رقم خورده، در صورت که دیدیم که طبق قوانین افراد آزاد هستن که این زبان مادریشون رو تدریس بکنن و آزاد هستن در تجمعات شرکت بکنن، در صورتی که شما میدونید تجمعی اگر بخواد در ایران صورت بگیره حتما باید از ارشاد اجازه بگیرن، در حالی که در قانون ما اومده که این آزاد هست و این تجمعی که بدون سلاح و به صورت در واقع مسالمت آمیز انجام میشه و آزاری به دیگران نمیرسونه و مخل امنیت اجتماعی نیست باید آزادانه انجام میشه. ایشون دستگیر شدن و بارها تحت شکنجه در واقع مجبورشون کردن که اعتراف کنن که به حزبای مختلف در واقع کرد وابسته هستن، در صورتی که ایشون فقط کارشون تدریس در واقع زبان کردی و در واقع آموزش فرهنگ کردستان به مردم بوده و به صورت داوطلبانه در واقع این کار رو انجام میدادن. یه مورد دیگه آموزش زبان ترکی بوده که آقای به نام صمد زاکری که معلم زبان ترکی بودن و کلاس خصوصی داشتن، ایشون در کلاس خصوصی خودشون دستگیر میشن و ایشون پسر عمه‌شون هم چند سال قبل، 10 سال قبل از اینکه ایشون دستگیر بشن، به دلیل اینکه موسیقی آذربایجان رو داشتن با صدای بلند در خیابون گوش میدادن گلوله باران میشن و گلوله به مغز ایشون اصابت میکنه و الان در واقع معلول ذهنی هستن و آقای صمد زاکری که بارها پیگیری مسئله پسر عمشون شدن، بارها هم تهدید شدن که در واقع تهدید به مرگ شدن. اما من میخوام اینجا با هم دیگه یه بررسی کوچیکی روی همین دو مورد داشته باشیم و ببینیم که در واقع دستگیر شدن یه فرد که زبان مادری خودش رو داره آموزش میده شامل چه موارد نقض حقوق بشر میشه. چون که وقتی که ما به این موضوع اشاره میکنیم خیلی ها مطرح میکنن که خب خیلی موضوعات مهمتر هم وجود داره که بهش پرداخته بشه و این مثلا در مورد مسائل و معضلات ایران موضوع خیلی کوچیکی هست که در مقابل اونها اصلا گمه. اما من خیلی برای خودم جالب بود و بررسی کردم و دیدم که تقریبا میشه گفت اکثریت مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر در این دستگیری ها نقض میشن. مثلا ماده 1 همه آزاد و برابر به دنیا میان، یعنی کسی که در کردستان یا تبریز هم به دنیا میاد با بقیه که در مناطق فارس زبان هستن برابرن، یعنی همه یک ملت هم و همه در برابر قانون باید مساوی باشن. ماده 2 عدم تبعیض به خاطر تمایز زبان و محل تولد که اشاره کردم. ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق حیات و امنیت شخصی، یعنی کسی اگر در حریم خصوصی خودش مشغول فعالیتی هست که به دیگران و به جامعه آسیبی نمیزنه، ما حق نداریم که حق حیاتش رو در واقع زیر سوال ببریم، دستگیرش کنیم، شکنجهش کنیم، زندانیش کنیم.
ماده 4 بردهداری ممنوع. وقتی که ما مجبور میکنیم افراد رو که به یک زبان خاص تکلم کنند و حق ندارن زبان مادری خودشون رو که در واقع جزئی از هویت خودشون هست افشا کنن، این مصداق بردهداری نوینه. شکنجه ممنوع. همونطور که من گفتم خانمی که دستگیر شدن شکنجه شدن که اعتراف اجباری ازشون گرفته بشه که وابسته هستن به یک گروه خاصی از کردستان. ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ارزش انسانی در همه جا باید به رسمیت شناخته بشه. بنابراین وقتی که کسی به زبان ترکی یا کردی صحبت میکنه و طبق قوانین کشورش به رسمیت شناخته نمیشه، این در واقع نقض حقوق اون فرد هست. تساوی در برابر قانون، رعایت حقوق انسانها توسط قانون، ماده 7 و 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر هست که در این امر نقض میشه. ماده 9 میگه عدم توقیف و حبس غیر قانونی. بدون دلیل وقتی کسی حبس بکنن، در واقع ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده. ماده 10 میگه حق محاکمه قانونی و دادگاه باید بی‌طرف و منصف در واقع و به صورت علنی اون در واقع اتهامات رو بررسی کنه. خب ما میبینیم که خیلی از افراد الان در اعتراضات اخیر هم بدون دلیل بازداشت شدن و در واقع دادگاه هم بی‌طرف نبوده، منصف نبوده، دادگاه علنی نبوده، حتی از داشتن وکیل تسخیری هم محروم شدن. حق و اصل براءت، ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر هست. یعنی هیچ کسی رو برای انجام یا عدم انجام عملی که اون عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمیشه نباید محکوم کرد. یعنی تدریس زبان کردی یا ترکی یا هر زبان قومی و در واقع بومی یک منطقه در یک کشور چون اصلا مصداق جرم نیست، در واقع با حق اصل براءت مواجه میشه. یعنی طرف اصلا جرمی نداشته که بخواد در مجامع بین المللی یا در کشور خودش به خاطر اون محکوم بشه. ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر میگه عدم دخالت در احوال شخصی و زندگی خصوصی افراد. من یادمه که سالها کتابای صمد بهرنگی ممنوع بودن در ایران، یعنی کسایی هم که داشتن قایم میکردن، در صورتی که صمد بهرنگی جرمش بود که اسرار هویدا میکرد، چون که به زبان ترکی در واقع آموزش میداد و خیلی از قسمتهای نوشته هاش رو به زبان ترکی در واقع ارائه میکرد و یه معلمی بود که خیلی در منطقه خودش محبوب بود، ایشون بایکوت شده بودن. ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 19 مبنی بر حق آزادی عقیده و آزادی بیان هستند که خب آزادی بیان، وقتی ما میگیم بیان، در اولین حلقه ارتباطیش در واقع زبان مادری هست، چون کسی که در واقع زبان میگشاید اول به زبان مادری خودش صحبت میکنه، پس بیان با در واقع زبان مادری گره خورده و هر دو اینها در این مورد نقض میشن. حق آزادی تجمع و تظاهرات. خب ما تجمع اینجا منظورمون هست که مثلا یه عده جمع بشن و زبان ترکی یا کردی یا زبان بومی خودشون رو بخوان یاد بگیرن و در کنارش مثلا اون میراث فرهنگی مثل هنر خودشون، حتی رقص خودشون رو در واقع انتقال بدن به و اندیشه‌های خودشون انتقال بدن به نسل بعدی، که این تجمع‌ها شما میدونید که همش در ایران متاسفانه ممنوع و محکوم هست. ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق دموکراسی هست. یعنی نمایندگان یا افراد باید آزادانه انتخاب بشن، به صورت مساوی افراد در مشاغل دولتی منصب بگیرن و نیروی اراده مردم باشه که حاکم بر جامعه باشه، که متاسفانه ما میبینیم که اینطور نیست. ماده 22 حق امنیت اجتماعی است. یعنی من اگه بخوام مثلا یه فعالیتی به زبان مادری خودم بکنم، باید این امنیت برای من وجود داشته باشه، در صورتی وجود نداره در ایران و این حق نقض میشه. ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق تحصیل رایگان هست. تحصیل رایگان در ایران در واقع در قانون اساسی اومده که آموزش و پرورش و تربیت بدنی باید در اصل 3 قانون اساسی اومده، باید رایگان باشن برای همه و تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حد قانون به صورت تساوی عادلانه برای همه باید در واقع امکان پذیر باشه، که متاسفانه این امکان فراهم نمیشه. ضمن این که دولت‌ها موظفن از در واقع بودجه عمومی خودشون
مواردی که مربوط به تحصیل میشه رو برای مردم فراهم بکنن، از جمله مثلا کتاب، مواد درسی، آموزش و معلمان خبره‌ای که بتونن مثلا این دروس رو به بچه ها ارائه بدن. اما ما میبینیم که ما در کشورهای همسایه خودمون به لطف رأفت اسلامی یه عالمه مدرسه ایدئولوژیک ساختیم، اونجا داریم یه عالمه به کشورهای دیگه خدمات میدیم، مثل همین زلزله اخیر حتی که به جای که اول به مردم خوی برسن رفتن به سوریه مثلا کالا ارسال کردن. حالا کمک کردن هیچ اشکالی نداره، ولی خب اول در واقع کشور خودمون در اولویت باید قرار بگیره. در کشور خودمون متاسفانه بچه های ما در مدارس کفری خیلی جاها دارن درس میخونن، در بعضی جاها در مدارس کانکسی هستن، در بعضی از جاها هست که کوهستانی هست و اینا باید با یه سیم بوکسل از این ور رودخونه به اون ور رودخونه برن تا بتونن به اولی مدرسه برسن که خب مناطق کوهستانی هستن، برخیز هستن، خیلی سخته که بخوان به اون مناطق دست پیدا بکنن. یعنی در واقع امکانات اولیه آموزشی برای خیلی از مناطق در ایران آماده نشده. در کنارش بسیاری از مناطق ما که الان سرکوب میشه زبان قومیشون در مرزها هستن و به اسم مرزنشین ها ازشون یاد میبرن و یه جوری جداشون میکنن از بقیه کشور و به عنوان مناطق محروم همه ما میشناسیم. چرا باید این مناطق محروم باشن؟ در صورتی که در قانون اساسی اومده که باید به صورت عادلانه از در واقع منابع عمومی کشور بهره‌مند بشن و بتونن در واقع ارتقا پیدا کنن، سطح علمیشون، سطح فرهنگیشون، و بتونن به آینده کشورشون کمک بکنن. موارد نقض زیاده، اما دوست دارم به موارد در واقع اشاره شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم اشاره بکنم. مثلا اصل 15 که گفتیم زبان کشور ما رو، زبان رسمی کشور ما رو فارسی میدونه و بقیه در واقع زبانها رو آزاد میدونه در فعالیت خودشون، اما متاسفانه میدونیم که دستگیر میشن فعالان این حوزه. در اصل 16 قانون اساسی اومده که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی هست و ادبیات فارسی کاملا با اون آمیخته است و این زبان باید در دوره ابتدایی تا پایان متوسطه در همه کلاس‌ها و رشته‌ها تدریس بشه. در صورتی که تمام در واقع زبانشناس‌ها اعلام می‌کنن که آموزش زبان مادری در سالهای اولیه دبستان کمک میکنه به افزایش راندمان و بهره‌وری آموزشی، یعنی کسی اگر با زبان مادری خودش شروع کنه به درس خوندن در سالهای ابتدایی، راندمان آموزشی بالاتر هست. ما میدونیم که خب در مناطق ترک زبان و کرد زبان ما بچه ها مثلا تا کلاس اول دبستان، حالا تا پیش دبستانی، تو خونه های خودشون هستند. وقتی وارد مدرسه میشن یه دفعه میخوان الفبای فارسی رو یاد بگیرن و بعد ما میبینیم که خیلی از بچه ها هستن که مشکل دارن در روخانی زبان و وقتی روخانی مشکل داشته باشه نوشتن هم به تبعش مشکل پیدا میکنه و بعد خب بچه زده میشه و این باعث ترک تحصیل خیلی از بچه ها در این مناطق میشه و ترک تحصیل متاسفانه در پی خودش فقر فرهنگی داره و در بسیاری از موارد متاسفانه کودک همسری رو به دنبال داره که اینها همه ضربه میزنه به فرهنگ یک جامعه و در واقع بنیاد آموزشی یک کشور رو ضعیف میکنه. اصل 19 قانون اساسی میگه که مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشن از حقوق مساوی برخوردارن و رنگ و نژاد و زبان و اینها سبب امتیاز نمیشه. اصل 21 قانون اساسی میگه تفتیش عقاید ممنوعه و هیچ کسی رو نمیشه به این واسطه در واقع مورد تعرض قرار داد. اصل 27 میگه تشکیل اجتماعات همطور که منم گفتم در صحبتام بدون حمل سلاح و در صورتی که مخل مبانی اسلام نباشه آزاد هست. اصل 29 قانون اساسی میگه برخورداری از تامین اجتماعی از منابع دولتی و اصل 30 میگه آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه و فراهم آوردن تحصیلات عالی در حد خودکفایی کشور به طور رایگان. و اصل 32 و 33 قانون اساسی میگه که هیچ کس رو نمیشه بدون تفهیم اتهام در واقع دستگیرش کرد و اصل 33 میگه هیچ کس رو نمیشه از محل اقامت خودش تبعید کرد، در حالی که بسیاری از کسایی که فعالای در واقع محلی هستن، فعالای مدنی هستن، از شهر خودشون در یک شهر دیگه زندانی میشن و
یا اینکه تبعید میشن به شهر دیگه که نتونن در واقع در اون محلی که بومی خودشون هست به زبان مادری خودشون فعالیتی داشته باشن. اصل 38 میگه شکنجه و گرفتن اعتراف ممنوعه و اعترافی که زیر شکنجه گرفته میشه فاقد اعتباره و کسی که دچار این تخلف میشه در واقع باید طبق قانون مجازات بشه. شما الان میبینید که در این اعتراض و تأخیر چقدر بازداشت شدگان تحت شکنجه قرار گرفتن، چقدر مجبور به اعتراف شدن و این اعتراف ها سندیت هایی شده در واقع برای جمهوری اسلامی که ازشون استفاده بکنه در جاهایی که در واقع در خارج از ایران میخواد بهشون استناد بکنه، در صورتی که در خود قانون اساسی ذکر شده که اینها اصلا فاقد سندیت هستن. اصل 39 میگه حد که حرمت و حیثیت کسی که دستگیر میشه یا زندانی میشه و تبعید میشه ممنوعه. متاسفانه اخبار زیادی میشنویم از اینکه به زندانیان در ایران بسیار حد که حرمت میشه که اصلا واقعا گفتنش تاسف آوره. حق آزادی اندیشه و حق در واقع خدمات اجتماعی چیزهایی هستن که با در واقع حق ممنوعیت حق زبان مادری گره خوردن و نقض میشن. محدود کردن اقوام و مجبور کردن اونها به یاد نگرفتن زبان مادری خودشون باعث یک بحران هویت در اقوام ایران میشه. در واقع بسیاری از کشورها آموزش زبان مادری رو در واقع سبب ارتقای هویت افراد میدونن، اما در ایران برعکسه. یعنی میگن که اگر کسی داره به زبانی غیر از زبان رسمی فارسی که در قانون ذکر شده صحبت میکنه، این حتما جدایی طلب هست و بعد جدایی طلبی تبعات خودش رو داره، دستگیر و شکنجه میشن. در کنار اون وقتی که یک قومی سرکوب میشن خیلی طبیعی است که سرکشی بکنن و بر حق خودشون اصرار بکنن. بنابراین این باعث در واقع گسل بین وحدت ملی مردم ایران میشه و ما دیدیم که سالهای سال مردم با برای هم دیگه جوک میساختن، این مثلا اونجوری میگه اینجوری میگه، این در واقع سیاست تفرقه بنداز و حکومت کنه در واقع جمهوری اسلامی بوده که خوشبختانه مردم به آگاهی رسیدن و فهمیدن که همه یکی هستن و هیچ چیز جز اتحاد نمیتونه برای مردم آزادی به بار بیاره و برای همین هست که مردم بیشتر در واقع حق طلبی میکنن و به دنبال حقوق خودشون میرن. من فقط میخوام به این در این آخر به این اشاره بکنم که این فسادها و اختلاسها و دزدیایی که از در واقع منابع ملی میشه میتونه خیلی قشنگ جهت بگیره و باعث بشه که ما میراث فرهنگیمون حفظ بشه، تنوع زبانیمون حفظ بشه. تنوع زبانی فقط این نیست که ما مثلا یه زبانی رو حفظ کنیم. الان شما میدونین که بسیاری از رسم و رسوم حتی داره منسوخ میشه. خب اول زبانه و بعد هم در پیش فرهنگ و رقص و غذا و رسم و رسوم یه منطقه. ما متاسفانه با تخریب زبانهای محلی و قومیمون داریم بخشی از تاریخ زیبای کشور خودمون رو از بین میبریم و بعد داریم میرسیم به بیشتر میپردازیم به زبان عربی که جالبه که در قانون اساسی هم به صورت نهفته یه جوری القا کردن که زبان عربی آمیخته هست با زبان فارسی، در صورتی که ما میدونیم که گرته برداری در زبان یه چیزی هست که اگر ما مثلا یک کلمه رو توی زبان خودمون نداریم میتونیم از یه زبان دیگه قرض بگیریم، بهش میگن گرته برداری و بیاریمش. مثلا کامپیوتر وقتی که اختراع شده وارد بسیاری از زبان‌ها شده چون یه کلمه جدید بوده. الان خیلی از کشورها به جاش یه کلمه جایگزین گذاشتن، مثلا رایانه، ولی خب باز همون کامپیوتر مثلا رایج‌تر بین همه مردم. اما گرت برداری درسته، ولی اینکه بیایم کلماتی که حتی در زبان خودمون وجود داره جایگزین کنیم با یه زبان دیگه و بعد بیایم در قانون اساسیمون بنویسیم که زبان ما با این زبان آمیخته است، در واقع این از بین بردن زبانه. من میخوام اینجا اشاره کنم که ما فقط نه اینکه خطر از بین رفتن زبان ترکی و کردی داریم، ما اصلا زبان فارسی ما الان در معرض خطر به خاطر اینکه بسیاری از کلمات بیگانه وارد زبان ما شده
و در صورتی که ما جایگزینش رو تو زبان خودمون داریم. بسیار هست، حتما در ذهن همه شما میاد وقتی که یک کلمه فارسیش وجود داره ولی ما داریم مثلا عربیش رو استفاده میکنیم، و این خطری هست که حتی زبان فارسی رو متاسفانه تهدید میکنه. و جالب بود برای من که من از یکی از آموزشگاه‌های زبانی که در آلمان هست پرسیدم که چه زبان‌های رایج هستن در آلمان که مردم بیشتر مثلا ثبت نام میکنن توی این کلاس‌ها، و اونا گفتن که اول خب به طبع زبان آلمانی هست چون مردم می‌خوان اینجا زبان یاد بگیرن و زندگی کنن، بعد زبان انگلیسی و بعدی زبان عربی هست. خیلی جالبه که عرب‌ها تونستن در واقع اینطور زبان خودشون رو جهانی بکنن و ما اینجور از زبان خودمون و فرهنگ زیبا و غنی خودمون و قومیت‌ها و تنوع فرهنگی که در هر منطقه از ایران واقعاً شگفت‌انگیز وجود داره از هر شهر به شهر دیگه که میری غافل هستیم. امید که بتونیم اطلاع رسانی بکنیم، امید که فعالان مدنیمون بتونن آزادانه فعالیتشون رو ادامه بدن و این زبان‌های زیبا رو حفظ کنن و به آیندگان منتقل کنن. متشکرم. ممنونم از شما خانم زهره حق و علی، فوق‌العاده سخنرانی جالب و توجهی انجام دادید. واقعا این نشان از این داره که ما در کشوری زندگی میکنیم که اولین چیز که همون عدالت هست که زبان مادریمون رو که حق مسلم ما هست از ما گرفته میشه و اجازه نمیدن که ما زبان شیرین فارسی خودمون هم صحبت کنیم، چه برسد به زبانهای بسیار غنی کردی و ترکی و بلوچ که فرهنگهای مختلف کشور ماست و این تنوع و رنگارنگی فرهنگ کشور ما رو نشون میده و متاسفانه در کشور ایران اجازه نمیدن این فرهنگ رنگ این کمانی ما کاری برای مملکت و جامعه ما انجام بده. ممنون از شما. خب دوستان، در رابطه با صحبت‌ها و نقطه نظراتی که خانم زهره حق‌علی در رابطه با کنوانسیون زبان مادری ایراد کردن، اگر صحبتی دارن دستشون رو بلند کنن ممنونتون میشم. در ابتدا خانم منصوره صادقی بفرمایید، ما صدای شما رو میشنویم. سلام و درود خدمت دوستان و همکاران عزیز. صحبت‌های خانم حق‌علی خیلی قشنگ بود. دو تا مطلب رو اینجا نوشتم. یکی این که وقتی که مدیران مدارس یا آموزش و پرورش نمیتونه تو خود شهر تهران، پای تخت تهران، مدیریت کنه روی مدارسش، روی ادارات یا روی جاهایی که بچه‌ها تحصیل میکنن، چطوری میتونه به مرزنشین ها یا اطراف جاهایی که دور دسترس هستن چطوری میتونه اونا رو مدیریت کنه؟ یعنی تا به حال اگر که مدارس ما با برجا بودن فقط به خاطر اینکه من فکر میکنم معلم ها و دبیر ها خیلی همکاری کردن، چون توی مدارس یه تایمی رو قرار میدن برای کلاس قرآن، یه تایمی رو میدن برای کلاس زبان عربی و متاسفانه اصلا بازدهی نداره، چون بچه ها دوست ندارن این درس رو و چون بچه ها فرهنگ این عرب ها رو دوست ندارن، یعنی فرهنگشون رو هنوز باهاش اصلا نمیدونن چیه، چطور میخوان این زبان رو یاد بگیرن و اصلا بازدهی نداره. و حتی اینکه اگر کسی بخواد وکالت بخونه باید عربیش سطح بالا باشه تا بتونه توی دانشگاه یه جای خوبی قبول بشه. ممنونم از اینکه گوش کردید. ممنون از شما. دقیقاً این موضوعی هست که همیشه مورد دیده شدن همه اساتید مخصوصا مدرسین بوده، چرا که متاسفانه در کشور ایران اونقدر که به زبان عربی، که اون هم اون زبان عربی هم شما در حد کتاب، یعنی اون چیزی که شما بتونی که باهاش ارتباط برقرار کنی نیست، فقط در صورتی هست که این بتونی به قولی فقط یک کلماتی در کنار همدیگه بدون این زبان عربی هست رو قرار میدن. بسیار خوب، ممنون از شما. میشنویم صحبت‌های خانم سیمین پوربراتفن رو و بشنویم از شما. متشکرم از شما، عرض ادب و احترام دارم و
خدمت همه دوستان و خیلی تشکر میکنم از خانم حق و علی عزیز به خاطر این موضوع خیلی زیبایی که انتخاب کردید. همونجوری که فرمودید به هر حال امروزه تو دنیای امروز میگن هر کسی که نتونه به زبان مادری خودش نوشتار داشته باشه و در واقع اونو نتونه بنویسه و بخونه بی سواد محسوب میشه. و خب اهمیت این موضوع به حدی بوده که من یادم یونسکو سالهای قبل حتی پوشش لباس گیلکی رو به عنوان پوسترش انتخاب کرد و روی اون پوستر نوشتش که به ما اجازه بدید که ما رازهای خودمون رو به زبان مادری صحبت کنیم. و خب این خیلی خیلی زیباست و متاسفانه البته یونسکو اومد در به خاطر یعنی در ابتدا یکی از دلایل اصلی که این روز رو انتخاب کردن همون جوری که شما فرمودید بحث بنگلادش بود با شروع اون مسئله بود توی کنفرانس عمومی که در سال 1999 داشت به خاطر کمک به این تنوع زبانی و فرهنگی که تو کشورهای مختلف هست در واقع تو مجمع عمومی اومدن این مسئله رو مطرح کردم و اهمیت این موضوع به قدر زیاد بود که سال 2008 رو حتی در واقع به عنوان سال جهانی زبان‌ها انتخاب کردن. اما متاسفانه همونجوری که شما فرمودید با اینکه کشور ما مهد زبان و فرهنگ و تمدن هست اما به جای اینکه ما بیایم این فرهنگ‌های بومیمون رو تقویت بکنیم و رشد بدیم به خاطر اینکه یه همبستگی ملی بیشتر داشته باشیم اما متاسفانه همیشه با تحقیر کردن و نادیده گرفتن این در واقع فرهنگ و زبان بومی یک نوعی در واقع سرکردگی رو برای اقوام دیگه به وجود میاریم و استبداد زدگی رو در مقابل دولت ما شاهد هستیم. به هر حال ما یک مجموعه از تمام اقوام رو داخل کشور داریم که فقط متعلق به فارس زبان ها نیست، متعلق به ترک ها نیست، متعلق به بلوچ ها و کردان نیست و ما همونقدر که تو این سرزمین در همه چیزش با هم مشترکیم، در دردها، ستمها، شادیها، فرهنگها و زبان هم مشترک هستیم و این زبان فارسی تنها به عنوان یک زبان رابط برای بیان احساسات ما باید در نظر گرفته بشه و اهمیت این زبان مادری رو بیش از پیش ما به خصوص ما زنان تو جامعه مادرها برای بچه هامون باید در واقع اینو روشن کنیم. امیدوارم که به هر حال یه فرصتی پیش بیاد تا اون بستر لازم برای فرهنگ سازی این موضوع چه در سطح داخلی حتی برای ماهایی که خارج از کشور هستیم هم فراهم بشه. ممنون از شما. ممنون از شما خانم پوربرتپن. بله درست میفرمایید، ما با تنوع فرهنگی که داریم باید تلاش کنیم که بتونیم در کشورمون هم این فرهنگمون رو ترویج بدیم، البته اگر که دولت مردان جمهوری اسلامی قرار بدن. فکر میکنم خانم حق با علی میخوان پاسخ بدن به صحبت‌های عزیزان. خانم حق با علی من در خدمتتون هستم، میشنویم صدای شما. ممنون که به من وقت دوباره دادیم. من در تایید فرمایش دوستان خانم صادقی و خانم پوربرتپن میخواستم این عرض کنم خدمتتون که اولین چیزی که میتونه به این مسئله کمک بکنه اسناد ملی و قوانینی هستن که در یک جامعه حاکم هستن. بله مسلماً یه معلم تنها یه مدیر مدرسه، یه معاون مدرسه یک دست صدا نداره، نمیتونه تنها چیزی رو عوض بکنه و میشه مثل همین افرادی که تنهایی دارن میجنگن برای حفظ زبان مادری خودشون و به زندان میفتن و شاید این فعالیت بقیه افرادی که دارن در واقع برای این زبان تلاش میکنن هم مختل بکنه و بقیه هم ناامید بشن و دیگه به فعالیتشون ادامه ندن. اما متاسفانه به صورت سیستماتیک در جمهوری اسلامی ایران قوانینی داره در واقع در کشور حاکم میشه که قوانین جهانی رو زیر سوال میبره. برای مثال چون اسم آموزش و پرورش آوردین، در قوانین 2030 یونسکو یا در واقع همون سند 2030 یونسکو که یه هدفهایی رو برای همه کشورها تعریف کردن که بهش دستیابی پیدا بکنن، در واقع آموزش و پرورش هم یکی از چیزهایی هست که بهش پرداخته شده چون در واقع یک چیز بنیادی هست که هر جامعه‌ای رو میتونه ارتقا بده. اما در قبالش همین جمهوری اسلامی اومده یک سندی ساخته به اسم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با محوریت ولایت مطلقه فقیه
یعنی شما وقتی که این سند رو میخونید متوجه میشین که دقیقا چقدر القاعات ایدئولوژیک هست و مغزشویی هست، به خاطر اینکه بچه ها رو در واقع جوری بار بیارن که بگن سلام فرمونده. وقتی یه کشوری داره قوانینش رو اینجوری تصویب میکنه و ضد قوانین در واقع حقوق بشری داره قوانینی رو بر جامعهش حاکم میکنه و بعد جامعهش رو میبنده، اینترنت کشورش رو میبنده که بقیه کشورها متوجه نشن چه فاجعه‌ای در این کشور در جریان هست، اون وقته که دیگه به قول شما کاری از دست فقط یه معلم بر نمیاد. این قوانین هستن که باید درست بشن و واقعا وظیفه فعالان حقوق بشر اینه که صدای مردم ایران باشن. ما باید بگیم که در کشورمون چه قوانینی وجود داره. ما باید ترجمه قوانین کشورمون رو به گوش مردم برسونیم. همینطور که می‌بینید الان نمایندگان پارلمانا متوجه شدن، با اینکه این همه اینترنت در واقع قطع شد، این همه مردم بایکوت شدن، ولی به هر حال اطلاعات به دست کشورهای دیگه رسیده. حالا بماند که به نظر من بعضی از این کشورهای تا نخوان تصمیم بگیرن ایران شاید نتونه از دست این ظلم خلاص بشه، اما به هر حال ما نباید همینجور ساکت بشینیم. ما باید اطلاع بدیم که چه ظلمهایی در کشور ما داره به مردم روا داشته میشه. وقتی شما الان در کشور خارجی همتون زندگی میکنید و برای دوستانتون تعریف میکنید که مثلا حجاب اجباریه یا مثلا آموزش موارد جنسی در مدارس ایران ممنوعه، به این خاطر ممنوع، با اینکه در سند 2003 یونسکو ذکر شده، به این خاطر ممنوعه که ازش جور دیگه‌ای برداشت میکنن. اینا میگن که بله شما میخواین جامعه LGBTQ رو مثلا رنگین کمانی ها رو در کشور فعال کنید، اینا خلاف مثلا قوانین اسلام، در صورتی که اصلا هدف سند 2003 یونسکو اینه که آموزش های جنسی کمک بکنه به افراد برای که از خودشون دفاع بکنن در برابر خشونت های ناخواسته. اصلا هدفش این نیست. ولی شما برید سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران رو بخونید، ببینید که چطور اومده سند 2003 یونسکو رو به اونجور که خودش میخواسته تعبیر و تفسیر کرده. و بعد جالبه که سالها ساعتها ضمن خدمت میذارن اینا رو به خورد معلم ها میدن. بعد مثلا معلمی که خودش اگه دنبالش باشه، اهل این که تحقیق کنه، پژوهش کنه باشه، میره میفهمه که آها این با این قانون جهانی مثلا در تضاده. اما کسی که فقط بخواد حالا بره یه ضمن خدمتی بگذرونه، شما دیگه خودتون میدونید که همتون در ایران کار کردید، و یه ساعت ضمن خدمتی رو بگیره، حالا مثلا یه حقوقی هم بگیره، بره به گرفتاری های زندگیشو در واقع امرار معاش روزانش و نون شبش برسه، اصلا کسی دنبالش نمیره که ببینه این قوانین چجوری دارن مثل موریانه زیر ساخته کشور رو میخورن. من میخواستم به این نکته اشاره کنم که ما نباید در واقع قوانین بنیادین کشورمون رو نادیده بگیریم که اونها هستن که پایه و اساس هستن. وقتی پایه و اساس غلطه و مجلس قوانین غلط تصویب میکنه یا نمایندگان مجلس اینقدر قدرت ندارن که بخوان نظر مردم، قومیت و منطقه خودشون رو در مجلس در واقع ابراز بکنن، متاسفانه کل حکومت زیر سوال هست که در واقع اینها دارن حقوق بنیادین مردم رو زیر سوال میبرن با قوانین غلطی که تصویب میکنن. مرسی. ممنون از شما در مورد پاسخگویی بسیار خوب و جامعتون. خیلی لطف کردید. خب دوستان دیگه در رابطه با زبان مادری و قانون اساسی جمهوری اسلامی اگر که نقطه نظری رو دارن دستشون رو بلند کنن، در غیر این صورت به سراغ سخنران بعدمون آقای حسین مرادی زاده بریم و بشنویم صحبت‌های ایشون رو با موضوعی که امروز ما در خدمتشون هستیم، موضوع خشونت خانگی در ایران. آقای مرادی زاده ممنون میشم که منو راهنمایی کنید و دستتون رو بلند کنید تا مایک رو برای شما آزاد کنم. در خدمتتون هست. عرض ادب و احترام دارم خدمت عزیزانی که ما رو میبینن و یا صدای ما رو میشنن. همسرآزاری خشونتی به جا مانده از کودکی. موضوع سخنرانی من یه تحقیق که اخیراً انجام شده و امیدوارم که مفید واقع بشه. همسرآزاری یکی از پدیده‌های خشونت خانگی و به دنبال آن خشونت علیه شریک زندگی بوده که در جامعه امروزی
بیش از پیش رواج یافت. برخی از کارشناسان معتقد هستند که این پدیده ریشه در تفکرات مردسالارانه دارد و به جا مانده از کودکی افراد است که باید بررسی و درمان شود. خشونت خانگی به عنوان اذیت در خانواده، همسرآزاری و خشونت علیه زندگی شناخته می شود که به عنوان الگویی از رفتارهای آزارگرایانه توسط یک طرف یا هر دو طرف در روابط خصوصی مانند پیوند زناشویی، قرار ملاقات، روابط خانوادگی، دوستی یا همخانه بودن تعریف می شود. خشونت‌های خانگی ممکن است به اشکال گوناگونی رخ دهد که شامل پرخاشگری بدنی مانند آسیب رساندن، لگد زدن، زخم زبان زدن، هل دادن، سیلی زدن، پرتاب اشیا یا تهدید، آزار جنسی، کنترل کردن یا تسلط‌گرایی، تعقیب و مزاحمت و محرومیت اقتصادی است. در این بین مصرف الکل و بیماری‌های روانی احتمال گرایش به همسرآزاری را افزایش می‌دهد. آگاهی، درک، تعریف و ویژگی‌های خشونت خانگی از کشوری به کشوری دیگر و از زمانی به زمان دیگر به گونه‌ای گسترده متفاوت است. بررسی‌ها نشان داده که کمتر از 1% از موارد خشونت خانگی به پلیس گزارش می‌شود. همچنین مطالعات انجام شده در مورد پدیده همسرآزاری حاکی از آن است که خشونت دوران کودکی در مردان همسرآزار زیاد است. طبق آمارهای اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، 97.7% قربانیان همسرآزاری زنان و 2.3% قربانیان را مردان تشکیل می‌دهند. قربانیان همسرآزاری بر اساس مدت زمان زندگی مشترک 3.5% آنها زیر 1 سال، 13% 1 تا 3 سال و 15.5% بین 3 تا 5 سال و 68% بالای 5 سال از زندگی مشترک آنها می گذرد. نخستین گروه سنی زنان قربانی خشونت 30 تا 34 سال بود و بعد از آن 35 تا 39 سال و سپس 25 تا 29 سال داشتند. بیشترین فراوان همسرآزاری در گروه سنی 25 تا 39 سالگی مشاهده شده است. با افزایش سن زنان اعمال خشونت در مورد آنها کاهش می‌یابد، به گونه‌ای که همسرآزاری در مورد زنان بالای 50 سال حدود 4% است. همسرآزاری در زنان زیر 18 سال نیز حدود 4% و بیشترین فراوانی در سن مرتکبان همسرآزاری مردان بین 25 تا 49 سال است. تحصیلات آزاردهندگان بیشتر در مقطع زیر دیپلم بوده است. 12% مرتکبان بی سواد بودند و 25% تحصیلات ابتدایی، 24% تحصیلات راهنمایی، 11% تحصیلات دبیرستان و 18.5% دیپلم داشتند. آمار مرتکبان همسرآزاری در مقطع دانشگاهی حدود 8% می باشد. به گفته مسئولان، بیشترین تماس‌های اورژانس اجتماعی مرتبط با حوزه‌های خشونت از جمله همسرآزاری و خشونت خانگی حاد به معنای درگیری و مشاجره زن و شوهر است و بعد از آن کودک آزاری قرار دارد. راضیه جلوانی، روانشناس و مشاور خانواده، با بیان اینکه همسرآزاری
برای حاکمیت و سلطه در زندگی مشترک به وقوع می‌پیوندد می‌گوید این پدیده از مظاهر خشونت و زناشویی است و به اشکالی مانند بدرفتاری جنسی عاطفی در زندگی زوجین اتفاق می‌افتد که به طور معمول به منظور سلطه، اقتدار و تحکیم قدرت است. وی می‌افزاید در بسیاری از مقالات همسرآزاری مردان نسبت به زنان مورد بررسی قرار گرفتند و در موارد کمتری از همسرآزاری زنان نسبت به مردان صحبت می‌شوند. در هر صورت فرد آزارگر با پرخاشگری و بدرفتاری منجر به آسیب جسمی و روانی همسر خود می شود. وی افزود دوران کودکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و والدین باید فرزندان را در محیطی امن پرورش دهند. آموزش مهارت‌های زندگی کمک می کند افراد سازگارتر باشند. همچنین قبل از ازدواج با متخصص مشورت کنند تا اختلالات و ناسازگاری‌های اجتماعی مشخص شود. و در نهایت در صورت بروز نشانه‌های پرخاشگری که منجر به آسیب‌های جسمی و روانی می‌شود به متخصصین مراجعه کنید. در بیشتر پژوهش‌ها آمده است مردانی که شاهد کتک خوردن مادران خود بوده و یا خود آنها مورد آزار جسمی خانواده قرار گرفتند در آینده بیشتر همسر آزادی می‌کنند. همچنین سطح اقتصادی خانواده مبدأ در همسرآزاری فرد نقش دارد. طبقات اقتصادی پایین بیشتر در معرض این آسیب قرار دارند. به علاوه دخالت خانواده همسر نیز در همسرآزاری مؤثر بود. مرتضی بدریان جامعه شناس در این زمینه می‌گوید برخی از مردان تفکرات مرد سالارانه دارند. زمانی که ساختار تفکر مرد سالارانه شود خود به خود در حوزه همسرگزینی و انتخاب همسر به دنبال فردی است که مطیع محض باشد. وی ادامه می دهد مطیع بودن همسر با توجه به نوع نگاهی که در افراد تحصیل کرده به ویژه زنان مطرح می شود قابل قبول نیست. به عبارتی دیگر زنان با توجه به ساختار تحصیلاتی که دارند و با توجه به گسترش حوزه آموزش و بالا رفتن حوزه های شناختی به ویژه زمانی که در فضای گسترده ارتباطات از جمله فضای مجازی و فضای رسانه‌ای قرار می گیرند خود به خود زیر بار نوع نگاه سالار نمی رود. به یفسود در نگاه سنتی زن باید در منزل بماند و مطیع مرد باشد و بدون اجازه همسر از خانه خارج نشود. همچنین در قانون مسئله تحت عنوان تمکین و ناشزگی مطرح می شود. به تمام این موارد از جمله مباحثی است که علیه حوزه های رفتاری، تعادل، عدالت و برابری بین زن و مرد شکل می گیرد. سپاس که من روشن. با تشکر از جناب آقای مرادی زاده و صحبت هایی که فرمودند، این یک واقعیتیه که در کشور ایران متاسفانه به دلیل اون قانونهایی که مرد سالارانه هست و قانونهایی که هیچ به قولی پشتوانه برای زنان وجود نداره، همیشه خشونت علیه زنان وجود داشته و همیشه مردان جامعه ما اجازه این ابراز خشونتشون رو داشتند. خب خانم زهره حق با علی میشتمیم، صدای شما رو بفرمایید، در خدمتون هست.
مرسی. اولا ممنون از آقای مرادی زاده، موضوع بسیار خوبی انتخاب کردن برای گفتگو. موضوعی هست که از خیلی جهات میشه بهش پرداخت، هم از لحاظ قانونی و خلل و ضعف قوانین جمهوری اسلامی ایران برای در واقع تألیف قوانین حمایتی از زنان، و هم از بحث اجتماعی و جامعه شناسی خیلی میشه بهش پرداخت، چون که بعضی از چیزها همطور که خانم مباشری گفتن در قوانین هستن و بعضی از چیزها قوانین نانوشته هستن. مثلا اینکه خیلی از افراد خشونتی که بهشون اعمال میشه رو در واقع اطلاع نمیدن، با اینکه سالهاست الان مثلا ما اورژانس اجتماعی در کشورمون داریم، اما اولا که این اورژانس اجتماعی چقدر به درد خور هست، چقدر کارا هست، و بعد چقدر از افراد جامعه بهش اعتماد میکنن که مسائلشون رو باهاش مطرح بکنن، این هم خودش جای سوال داره. این که مثلا معلم ها، مدیران مدارس وقتی که یه خشونتی بر علیه یک دانش آموزی انجام میشه توسط پدرش، مادرش، حالا در خونه خشونت بهش میشه، اجازه ورود به این مسائل رو ندارن، یعنی حتی حمایت قانونی نمیشه. اگه یه مدیر مدرسه، یه معلمی بخواد بره اینا رو گزارش بده، بعد به کجا گزارش بده؟ کی ازش حمایت میکنه؟ طبق چه قانونی معلم یا مدیر اجازه داره در واقع میانجیگری بکنه و این مسائل رو گزارش بده؟ اینا خلاهایی که وجود داره. و بعد از اون همون نگاه مردسالارانه‌ای که متاسفانه همین تفکیک جنسیتی که در مدارس انجام میشه به نظر من ریشش هست. وقتی که دو جنس از هم هیچ اطلاعی ندارن از خصوصیات و ویژگی های شخصیتی هم، بعد بزرگ میشن تو دانشگاه هم که تازه میخوان اینا رو جدا کنن، بعد یه دفعه میان مثلا فقط در یه پروسه سنتی خواستگاری با هم آشنا میشن و بعد زیر یه سقف میان، مسلمه که هزاران مشکل با همدیگه پیدا میکنن، اختلاف عقاید با همدیگه دارن و بعد ناآگاهی، ناپختگی و دانش روابط با همدیگه نداشتن باعث اختلافات زیادی میشه، که خب بعد چون اجازه میدن در اون زندگی سنتی به ایران که مرد همه کاره باشه، همه تصمیم گیرنده باشه، مسلما زن خود به خود مورد خشونت قرار میگیره. قوانین حضانت خودشون قوانینی هستن که خیلی زنان رو مورد خشونت قرار میدن. من همکاری داشتم که بچهش تا به دنیا آمده بود تو بیمارستان خانواده شوهرش بچه رو ازش جدا کرده بودن، برده بودن و هیچ این دستش به هیچ جا بند نبود که بچه شیرخوره، حداقل حق مادر هیچی، حق اون بچه شیرخوره این هست که کنار مادرش باشه، ولی متاسفانه قانون حمایت نمیکنه. اگه من وقت داشته باشم یه کوچولو میخوام در مورد مثلث یا در واقع هرم مزلو صحبت بکنم. هرم مزلو من نمیدونم الان شما میتونین ببینین یا نه. نه متاسفانه. یک هرمی هستش که من حالا توضیح میدم، نیازهای پایه درش از ابتدا مطرح میشن و بعد میرسه به قله اون مثلث که نیازهایی هستن که در واقع در تعالی شخصیت یه فرد کمک میکنن. مثلا در هرم، در واقع قاعده این هرم، در پایین این مثلث به نیازهای فیزیکی اشاره شده، مثل غذا، آب، سرپناه و سکس، و قله این هرم میرسه به نیاز به تعالی و خودشکوفایی و در واقع رسیدن به اون مدینه فاضله و انسان کامل. متاسفانه در ایران خیلی از ازدواج‌ها به خاطر همون فقط نیازهای اولیه هست، یعنی طرف مثلا امکان مالی نداره که فرزندش رو بیشتر از این دیگه توی خونه نگه داره، بچهش رو شوهر میده به خاطر اینکه یه جایی باشه اون آب و غذا گیرش بیاد، حالا اگه تو سرشم زدن اشکال نداره، اصلا خودشکوفایی و اینا دیگه خود به خود تعطیل میشه. و کودک همسری همینه دیگه، کودک همسری یعنی که مثلا یه خانواده نمیتونن بچهشون رو تغذیهش رو تامین کنن، لباسش رو تامین کنن، بفرستنش مدرسه، کتاب و دفترش رو تامین بکنن، خب حالا پس شوهرش میگیم یه کس دیگه مثلا بیاد اینا رو براش تامین بکنه، و خود به خود نیاز به امنیت، نیاز به احساس عشق و تعلق که اینا مراحل مختلف طبقات این مثلث هستن، اصلا از بین میره، چون طرف فقط به خاطر وابستگی اقتصادی ازدواج میکنه و اون کسی که داره خرجش رو میده خب دیگه حق داره حالا تو سرش هم بزنه، و بعد اون قوانین نانوشته میان وسط این قضايا قاطی میشن که خب حالا آبرو چی میشه، هیچی نباید گفت، هیچ جا نباید شکایت کرد، و این سیکل معیوب هی تکرار میشه. مرسی که به من وقت دادید.
ممنون از شما خانم حقبالی عزیز. بله متاسفانه در کشوری که قانونهایی که حالا یا نانوشته است یا همون قانونهایی که نوشتند رو عمل نمی‌کنند فراوان است. خب خانم پوربرفن بفرمایید، ما شما رو می‌شنویم. خیلی متشکرم، ممنون که به من فرصت دادید. خب متشکرم از آقای مرادی بابت این سخنرانیشون، اگرچه به نظر من جا داره که بارها و بارها در مورد این موضوع حتی بیشتر و بیشتر بتونیم صحبت داشته باشیم. همونجوری که هر دو دوست عزیز اشاره کردن، خب طبق اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حذف خشونت علیه زنان، این خشونت رو تو قالب‌های مختلفی تعبیر کردن که یکی از اون قالب‌ها به خاطر جنسیت زنان هست. به طور مثال اجبار و محدودیت محرومیت خودسرانه‌ای که از آزادی ما نسبت به زنان میدیم. حالا برخی از موارد رو خانم حق‌وعلی در مورد داخل ایران گفتن، اما من میخوام بگم که این خشونت فقط خشونت خانگی فقط مختص ایران نیست و متاسفانه حتی توی کشورها و جوامع پیشرفته هم ما شاهد این خشونت‌های خانگی هستیم. حتی تو آلمان تقریبا میشه گفت از هر 4 زنی که در آلمان هست حداقل یک زن در زندگی خودش خشونت خانگی رو تجربه داشته و برای محافظت از این حقوق زنان بوده که در سال 2002 قانون حفاظت از زنان در برابر خشونت رو دولت به تصویب رسونده و پلیس قبل از ورود قانون میاد و از زنان حمایت میکنه. متاسفانه یکی از نتایج خیلی عظیمی که خشونت‌های خانگی در مورد زنان به وجود میاره یه سندرومی هست به اسم سندروم زنان کتک خورده که این سندروم محصول آزارهای طولانی مدت خانگی هست که در حق زنان اجرا میشه و این سندروم زیر مجموعه اختلال استراب پس از این حوادث خشونت آمیز هست. فردی هم که به این سندروم مبتلا میشه متاسفانه تصور میکنه که گناهکاره و سزاوار آزارهاییه که داره میبینه. در واقع علت اصلی این که تلاشی برای رهایی خودش از این وضعیت هم اون وقت نمیکنه، آزارهایی هست که میبینه و با عزیزان خودش یا حتی با قانون هم نمیتونه اونها رو در میون بذاره. این سندروم متاسفانه اونقدر پیشرفت میکنه که حالا مراحل خیلی مختلفی رو داره که من اونا رو حالا فاکتور میگیرم و در موردش صحبت نمی کنم، اما در واقع این زن کتک خورده معمولا وقتی که با خشونت خانگی این آزارها شروع میشه، یه اصطلاحی هست که میگیم هم کودک هم بزرگسالان رو به حال این خشونت در واقع شامل حالش میشه، اما معمولا به یک سری از دلایل ترجیح میده که در یک رابطه بعد هم باقی بمونه و حالا باز این که حالا به چه دلایلی، خب باز تعدادش چون زیاد هست، حالا مثلا یکی دو تاش اینه که بریم موضوع که مثلا همسر آزارگرش رو باور نداره با اینکه حتی اون رو مدام انکار میکنه، یا مثلا اونقدر افسردگی شدید میگیره، عزت نفسش اونقدر میاد پایین که مبتلا به این وضعیت هست و خودش رو گناهکار میشناسه و متاسفانه این آزاری که از طرف همه داره میبینه رو از اطرافیان خودش هم پنهان میکنه و عوارض بسیار خیلی خطرناکی هم داره که میخوام این رو بگم در نهایت در جنبنده کلامم که این نوع خشونت ها میتونه یک بستری رو فراهم کنه که حتی زنان ما یا حتی کودکان دچار سندروم هایی بشن که به مراتب وضعیت روحی و روانیشون رو بدتر میکنه و سالهای سال اونها رو درگیر خواهد شد. ممنون از شما خانم پوربرفن گرامی. و بله صحبت هایی که شنیدیم واقعا آدم میفهمه که در چه جای آدم زندگی میکنه و در چه کشوری زندگی میکنه که متاسفانه این همه ظلم برای زنان به وجود میاد. جناب آقای عرابی بفرمایید، صدای شما رو میشنویم. سلام عرض میکنم خدمت همکاران، ممنونم خانم بشریفر. ببینید در مورد خشونت خانگی یه موردی هست در موردش میشه گفت صحبت کرد، میشه قتل‌های ناموسی رو اشاره کرد بهش که اونم یه جور خشونت خانگی به حساب میاد و متاسفانه میشه گفت جزء اون قانون‌های نانوشته‌ای که خانم حق‌وعلی بهش اشاره کردن. فقط این که به خاطر اینکه شوهر به همسرش
شک داشته توی موردی، حتی توی ارتباطی، توی تماسی تلفنی، هر چی، همسرش رو بکشه. خیلی از اخبار هست، خیلی جاها خوندیم که حتی ممکنه حکم اعدام هم بهش ندن. و ولی شما میبینین توی خیابون، توی اعتراضات، یه نفر یه سطل آشغال آتیش میزنه، بهش حکم محاربه میدن و اعدامش میکنن. فقط میخواستم به این قضیه قتل ناموسی هم اشاره کنم در مورد خشونت خانگی. ممنون اینکه این وقت رو من دادیم. مرسی. ممنون از شما. بله دقیقا. ببینید ما فعالین حقوق بشر همیشه با اعدام کردن افراد مشکل داریم، اما اینکه وقتی میبینیم که تفاوت به وجود داره بین شخصی که حالا به قول شما فقط میاد و فقط شک میکنه به همسرش و اون رو به قتل میرسونه، خیلی راحت حتی بابت اون جرمی که مرتکب شده حتی جریمه هم نمیشه، اما کسی که فقط به دلیل یک سطل زباله رو آتش زدن حکم محاربه اعدام براشون صادر میشه و این تبعیض، دقیقا یک تبعیض فاحش هست. خب دوستان، اگر که صحبت دیگر در رابطه با موضوع سخنرانی جناب آقای ندارید، بریم به سراغ بحث آزاد امروز. بسیار هم عالی. خب بحث آزاد امروز ما در رابطه با عدالت اجتماعی هست. خب در ابتدا من یک کوتاه در رابطه با عدالت اجتماعی صحبت میکنم که اصلا عدالت اجتماعی یعنی چی. خب ببینید، عدالت اجتماعی چند تا معنی مختلف داره. یکی اینکه رفاه و آسایش هست از لحاظ مالی، یعنی اینکه در جامعه افراد در یک سطح زندگی کنن، نه مثل ایران که یک عده رو خب همه عزیزان دیدند و میدونند که چقدر پولدار و به قولن آقازاده هستند و یک عده بسیار فقیر. اما عدالت اجتماعی مربوط به کار و شغل هم هست. ما توی کشورمون داریم دیگه، جناب آقای رئیسی، رئیس جمهور مملکت ما با 6 کلاس سواد رئیس جمهور هست و حالا فوق لیسانس ها و دکترهایی هستن که در کنار خیابون هیچ شغلی ندارن و یا اینکه نهایتا خیلی شغل زیبایی داشته باشن، راننده تاکسی هستن یا اینکه آبدارچی یک محلی هستن. البته نمیخوام به هیچ شغلی، هیچ قشر از جامعه بی احترامی بشه، ولی واقعا این یک معضل در جامعه ایران هست که هیچ عدالت اجتماعی برگزار نمیشه که یک شخص با سواد و یک فردی که هیچ سوادی نداره، هیچ کدومشون در جایگاه خودشون نیستن. عدالت اجتماعی ببخشید من صدام خیلی گرفته. عدالت اجتماعی داشتن هوای پاکه، نه اینکه مثل شهرهایی که توی کشور ایران ما داریم میبینیم هر روز میگن که تهران به دلیل هوای آلوده تعطیل، مدارس اصفهان تعطیل، نمیدونم ارگانهای شهرهای شیراز، مشهد تعطیل، شهرهای جنوبی ما بوشهر، نمیدونم خرمشهر، کجا به خاطر آلودگی هوا تعطیل. این یعنی نه حتی حق اولیه و ذاتی انسان رو گرفتن دیگه. این عدالت اجتماعی بر ما برگزار نمیشه. همچنین ما عدالت اجتماعی رو توی آموزش هم میبینیم که در شهرهایی مثل استان سیستان و بلوچستان یا شهرهای کردنشین ما، بچه های ما دارن توی کانکس و کپر درس میخونن. اون وقت آقازاده های ما کجا؟ توی اروپا و با بهترین امکانات. محیط زیستمون رو ببینید، دارن محیط زیست رو تخریب بکنند. سد چمشیری که انقدر اداره محیط زیست اعلام کرد که اینو آبگیری نکنید، باز هم به حرف فعالین محیط زیست گوش ندادن. این یعنی چی؟ یعنی عدالت اجتماعی. عدالت اجتماعی در زبان گفتارم هست. الان خانم حق‌والی در رابطه با موضوع زبان مادری صحبت کردند. ما عدالت اجتماعی حق اصلیمون که زبان مادریمون هست، اجازه داریم که صحبت کنیم، اجازه داریم در موردش تحقیق کنیم، اجازه داریم که درس بخونیم، ولی کن متاسفانه وجود نداره. و بهتر و بالاترینش این که عدالت اجتماعی اگر که نگاه کنیم توی کشور ما، اولین چیزی که هست اینه که زنان نصف مرد هست. درجه دوم، یعنی یک شخصی هست که جزو درجه دو جامعه محسوب میشه، یا پیروان ادیان مختلف. شما ببینید که کسانی که دینی غیر از اسلام شیعه دارن، یعنی حتی مسلمان سنی هم باشه، شما درجه دوی. یعنی اینا عدالت اجتماعی براتون صورت نمیگیره. یا کسانی که به قولی
اقوام ایران هستند. حالا هر قومیتی فرق نمی کنه، ترک و کرد و بلوچ و ترکمن و گیلک و مازنی و حتی قومی که شما فکر کنید، در جامعه ایران متاسفانه در درجه دو هستند. خب این یعنی چی؟ اینا یعنی همش عدالت اجتماعی صورت نمیگیره. خب یه موضوع دیگه که هست که خیلی الان ما همه داریم در رابطه با دادگاه‌های فرمایشی جمهوری اسلامی که می‌بینیم که واقعا چقدر عدالت صورت گرفته. شما می‌بینید که به قول آقای عربی الان صحبت کردن، می‌بینیم که خیلی راحت برای یک آتش زدن سطل زباله به اعدام محکوم می‌شوند و اون وقت اختلاسگرانی که در کشور باعث شدن که این همه مشکلات و این همه بیپولی و این همه درد سرها رو به وجود اومده الان دارن آزاد میگذرن. خب حالا من اینجا سوال برام پیش میاد، چرا دولت مداران جمهوری اسلامی ایران با وجودی خودشون رو مسلمون میدونن، یعنی خودشون رو به ما مسلمون معرفی میکنند، اینطوری بهتر میشه گفت، اختلاسگران رو که حالا دارن توی زندونه لاکچری ایران زندگی میکنن دیگه، همه میدونیم که توی در چه شرایطی زندگی میکنن، راحتن، اما مثلا شخصی به خاطر یک اعتراض برای حق اصلی و واقعیش و ابتداییش که همون حق حیاتش هست، حق کارش هست، حق شغلش هست، حق زندگیش هست، در زندانهای ایران داره به سر میبره. یا اینکه اگر که بیشتر نگاه کنیم و بخوام ببینیم اینکه چرا، به خاطر اینکه فقط دارن رابطه با مسائل معیشتیشون در محل کارهاشون مغازه‌هاشون رو پلو میکنن یا جریمه نقدی میکنن یا مالیات ها رو اضافه میکنن به جای اینکه عدالت اجتماعی رو برقرار کنن. چرا مثل کبک سرشون رو توی برف کردند و هیچ صحبتی نمی کنن، هیچ اجازه اعتراض نمی دن. من خواهم از شما این سوال رو بپرسم، دلیل این مشکلی که الان هست، دلیل این اتفاقاتی که افتاده چه؟ ممنون از این که صحبت میکنید. آقای عربی بفرمید. ممنونم از شما خانم شیفر. خب یه جوری میشه گفت دلیلش این که خب اصلا جمهوری اسلامی دولت دنبال عدالت نیست، اصلا چیزی به اسم عدالت اجتماعی اعتقاد نداره، به فکر منفعت خودشه، به فکر جیب خودشه. الان این اتفاقاتی که الان داره تو ایران میفته یه موقعی مصادف شد با روز جهانی عدالت اجتماعی که تمام ناعدالتی ها رو شما داری الان تو ایران میبینید، ناعدالتی هایی که به خاطر حکمایی که صادر میشه، ناعدالتی به خاطر اینکه مردم حق صحبت کردن ندارن، حق اعتراض ندارن. الان کوهرنگ خونه هاشون تا سقف زیر برفه ولی هیچ کسی نیست که به داده مردم برسه. یا این زلزله ای که اومده، خانم حق ولی گفتن الان اولویت سوریه است، اولویت ترکیه است، ولی اولویت مردم خودشون نیستن. میگم تماما میشه گفت موقعی مصادف شد با روز جهانی که تمام این اتفاقات، تمام بی‌عدالتی ها رو در یک جا میشه، یعنی الان کامل میتونیم تو ایران تمام این بی‌عدالتی ها رو دید. و واقعا متاسفم. ممنونم، مرسی. ممنون از شما جناب آقای عرابی. خانم پور لطفا شما بفرمایید، ما میشنویم صحبتاتون. خواهش میکنم، مرسی از شما. ببینید یه جمله هلن کلر داره میگه تا زمانی که مردم برای بهبود حال یکدیگر احساس مسئولیت نکنند، عدالت اجتماعی تحقق پیدا نمی کنه. تکلیف دولت مردای ما با ما مشخصه، اونها هیچگاه این ملت رو نمیخوان، ملت ما یه جورای گروگان گرفته شدن تو اون کشور. اما تکلیف ما با مردم با خودمون چیه؟ آیا اونجایی که در یک انتخابات مجمع هیئت رئیسه مجمع نظام مهندسی خانم زینب کاظم‌پور وقتی میاد اعتراض میکنه و حجابش رو برمیداره، آیا افرادی که توی اون جلسه نشستن به جای اینکه گوشی هاشون رو دستشون بگیرن فیلم بگیرن،
یا به جای این که بخوان با اون خانم همراهی کنن و سالن رو ترک کنن هیچ عکس العمل دیگه ای نشون نمیدن. در واقع ما با یک قشر خاکستری عظیم متاسفانه خیلی وقت ها مواجه هستیم، مردمی که احساس مسئولیت پذیریشون هنوز به اون تعالی لازم نرسیده. ما نمیتونیم در واقع عدالت اجتماعی رو در جامعه شاهد باشیم. به نظر من وقتی که ما تکلیف خودمون رو با این رژیم، رژیمی که هیچ گونه عدالتی رو در حق مردمش بر نمیتابه میدونیم، مسئولیت ما مردم در قبال همدیگه باید چند برابر بشه. و خب در آستانه این روز مهمترین جمله‌ای که میتونستم بگم از یکی از بانیان اصلی این روز هست که همین هلن کلر، در واقع واقعا به نظر من ماها تا در قبال همدیگه احساس مسئولیت نداشته باشیم و در جهت بهبود حال همدیگه قدم بر نداریم هیچ وقت به عدالت اجتماعی دست پیدا نخواهیم کرد. ممنون از شما. بله صحبت‌های شما درست هست. ما باید خودمون دست به کار بشیم و جامعه را از این ناعدالتی نجات بدیم. اما وقتی که ما در کشور زندگی میکنیم که خب میاد و هر کسی رو که خودش اعتراض میکنه و به اون عدالتی که میخواد پیگیری میکنه که به اون عدالت برسه، فقط و فقط با یک چیز روبرو میشه، با حبس، به زندان، به اعدام، به مواردی که اصلا به شکنجه. و این باعث میشه که هر شخصی با وجود این که میخواد به حق خودش برسه کنار میکشه. و این چیزی هست که دولت جمهوری اسلامی میخواد، چیزی هست که من و شما رو خسته کنه، من و شما رو وادار کنه که سکوت کنیم و به همین ظلمهایی که اون انجام میده ادامه بدیم. اما ما باید چیکار کنیم تو این بحبوحه، تو این موضوع، تو این زمانی که واقعا مردم کشورمون در تلاطم هستن؟ واقعا باید چیکار کنیم؟ چه اقدامی باید صورت بدیم؟ ممنون میشم که همراهی کنید و راهکارهایی رو بدید تا بتونیم برای کشورمون و تلاش کنیم که این عدالت اجتماعی رو به دست بیاریم. آقای عربی بفرمایید. ممنونم، مرسی. به نظر من الان تمام هم اعضایی که اینجا هستن، فعالیت‌هایی که ما داریم می‌کنیم از طریق این آگاهی رسانی‌ای که دارن انجام میشه، حالا چه از طریق فضای مجازی، چه حالا دوستانی که توی کانون دارن فعالیت می‌کنن، باید طوری باشه که مردم با اون حق خودشون آشنا کنیم که بدونن حقشون چیه، آگاه باشن به حقشون و به اون عدالتی که می‌خوان باید برسن. و به نظر من فقط این کار با آگاهی رسانی انجام صورت میگیره، این اتفاق با آگاهی رسانی صورت میگیره. هرچه آگاهی مردم بیشتر باشه تو این زمینه، میتونن راحتتر به اون حق و عدالتی که میخوان برسن. ممنونم. ممنون از شما جناب آقای عربی. بله این واقعا یکی از بهترین راه هاست، آگاهی و آموزش. خانم حق با علی بفرمایید، شما صحبت بفرمایید، میشتریم شما. خیلی ممنون. بله آگاهی خیلی مهمه، ولی مرحله بعدش این هستش که ما در واقع قوانینمون رو درست تعریف بکنیم. وقتی ارزش‌ها و قوانین جامعه درست تعریف بشن، بنابراین خیلی از حقوق اتوماتیک به مردم داده میشه. یعنی اصلا اون برای اون حقوق مردم لازم نیست که بجنگن. یعنی در واقع عدالت اجتماعی خودش با قوانین درست برای جامعه حاکم میشه. حالا بعد قوانین مثلا پیشرفته تری که به طی تبصره هایی تمام موارد و ریزکاری ها رو مثلا شامل بشه بهش اضافه بشه. اما موضوع اینه که وقتی ارزش ها در یک جامعه و قوانین در یک جامعه غلط تعریف میشن، در واقع خانه از پای بست ویران است. من فکر میکنم که اینجا صحبتامو تمام میکنم، بعد دوباره به من وقت بدین، دخترم نمیذاره صحبت کنم. ممنون از شما خانم حق با علی گرامی، حرف شما کاملا صحیحه. ولی در جامعه ای که حکومت جمهوری اسلامی است و قانونی داره بر اساس دین
مبین اسلام و حاضر هم نیست که از اون پایه اسلامش کنارگیری کنه و اون قانونش رو ما نمیگیم عوض کنه، قانونش رو جدید کنه و یه قانون بهتر بگذاره، متاسفانه ما به همین مشکل دچار هستیم. آقای منفرد، آقای عباس منفرد بفرمایید، ما صدای شما رو میشنویم. آقای منفرد ما صدای شما رو نداریم. الان صدای من هست؟ بله بله در خدمتتون هستم. ممنون از شما که به من وقت دادید. موضوع خیلی مهمیه و شو بگیم زیربنای یک جامعه رو عدالتش و عدالت اجتماعی شکل میده. اگه بخوایم نگاه کنیم به بحث عدالت اجتماعی، فاکتورهای زیادی وجود داره، ولی به نظر من حقیقی 4 تا فاکتور اصلی رو میتونیم در نظر بگیریم که یک جامعه رو در مسیر تعالی و در مسیر عدالت عالی میتونه پیش ببره. مورد اول اینه که قانون با ضمانت اجرایی وجود داشته باشه. این نباشه که هر شخصی بتونه خودخواهانه قانون رو زیر پا بگذاره و ضمانت اجرایی وجود نداشته باشه. شهروند درجه 1 یا درجه 2 در قبال قانون وجود نداشته باشه. همه به یک چشم دیده بشن و با یک قانون بتونن پیش برن. دو، سیستم نظارتی صحیح. تجمع قدرت در هر نظام یا سیستمی، چه دینی باشه چه غیر دینی، ایجاد دیکتاتوری میکنه، ایجاد قشر بالادستی و پایین دستی میکنه. این سیستم نظارتی که الان مجلس خبرگان داریم، با عنوان اینکه میتونن رهبر رو اگر صلاحیتی نداشته باشه میتونن عزلش کنن و متاسفانه فکر میکنم یکی از آقایون روحانی، از آقای مصباح این مثال رو زده بودن که ازشون پرسیده بودن که آیا رهبر احتمال خطا و اشتباه در کاراشون وجود داره، عنوان کرده بودن 1 در میلیاردم، یعنی یک مجلس خبرگان ایجاد شده تا بخوان 1 در میلیاردمیه که این آقا خطا بکنه. خواسته بودن که عنوان معصوم و اسمت بهشون تعلق نگیره، اینو دیگه به قول خودشون گفته بودن ما 1 در میلیاردم رو عنوان کنیم. و متاسفانه یک فرمایشی بودن، این سیستم نظارتی فرمایشی میتونیم بهش نامگذاریش کنیم. و این سیستم نظارتی مهم، میتونیم بگیم یکی از سیستم های اجرایی خیلی قویه که بتونه این مسیر رو کمک کنه و هدایت کنه. نظام آموزشی پویا، نظام آموزشی که قدرت انتقاد و انتقاد کاملا اجرایی و پویا رو بتونه به دانش آموزان و به نسل جدید انتقال بده. این نباشه که همه بله قربانگو باشن. و از نظام آموزشی که بگذریم میرسیم به ملت آگاه و مطالبه‌گر. همه ملت بتونن به حقوق اولیه و اساسی خودشون، الان دوستان مثال زدن، اون خانومی که توی نظام مهندسی تهران اگر اشتباه نکنم به دلیل عدم حجاب اجازه کاندیداتوری رو بهشون یا نداده بودن یا در روند فعالیتشون خلل ایجاد شده بود، وقتی که وجود داشته باشه و ملت بدونن و دیگر افراد، حالا با عنوان قشر خاکستری، افراد بی تفاوت، هر چیزی که عنوانش بذاریم، مطمئنن میتونستن اگر ملت آگاه و مطالبه‌گری باشن بگن آره داره این اتفاق میفته، داره به شعور و جایگاه ما توهین میشه. و بعضا من شنیدم که میگفتن عده‌ای از مهندس ها رو کتک زده بودن. وقتی آگاه و مطالبه‌گر باشن مطمئنن به عدالت اجتماعی میانجامه. مورد اول قانون، سیستم نظارتی و نظام آموزشی در دست ماها نیست، در دست دولته و مطمئنن تا دستیابی به اون کار و زمان میبره. ولی ملت آگاه و مطالبه‌گر از من، شما و دیگر عزیزان شکل میگیره. همین که من یک ذره مطالعه کنم، همین که یک ذره ببینم و جستجو کنم و ببینم در دیگر کشورها در قبال یک شخص چه امتیازات و امکاناتی وجود داره و من چه امتیازات و امکاناتی با عنوان یک شهروند باید داشته باشم. پس اگر موارد دیگه، سه مورد اول کنار بذاریم،
گزینه اول میرسه به من باید مطالبه گریم و به هر شکلی ها را یا توی خیابون یا تو فضای مجازی یا به صورت گروه های خانوادگی هر چیزی که بخوایم عنوان کنیم این موضوع رو پیش ببرم. ممنون از شما. ممنون از شما جناب آقای منفرد. جا داره که اینجا در رابطه با مجلس خبرگان که فرمودید یک توضیح مختصر خدمت همه دوستان بدیم. ببینید مجلس خبرگان 12 نفره، 6 نفرش که خود رهبر انتخاب میکنه و 6 نفر دیگرشون رو خب رئیس قوه قضاییه انتخاب میکنه، که خب این رئیس قوه قضاییه رو کی انتخاب میکنه؟ خود رهبر انتخاب میکنه. یعنی در اصل این 12 نفر توسط خود رهبر انتخاب شدند. خب هیچ وقت نمیاد شخصی که خودش از طرف یک نفر انتخاب شده بعد بیاد مثلا متضاد اون رهبر صحبت کنه، چون میدونه که اگر متضادشون صحبت کنه 100% از کار برکنار میشه. این هست که واقعا در کشور ما اسمش هست که عدالت اجتماعی، ما مسلمانیم، ما عدالت علی رو در نظر میگیریم، اما متاسفانه فقط این روی یک کاغذ نوشته شده و در زمان اجرا این عدالت چیزی به عنوان عدالت وجود نداره و نخواهد داشت. و تا زمانی که حکومت دیکتاتوری به قول دوستان در کشور حکم فرماست و هیچ دیکتاتوری صلاحیت نداره و اصلاح پذیر نیست، ما به عدالت اجتماعی نخواهیم رسید. خانم حق‌وعلی فرمودن که قانون بذاریم. وقتی که یک کشور کسانی دارن قانون گذاری اون کشور رو انجام میدن و حاضر نیستند این قوانین رو اصلاح کنند، پس چه چیزی به عدالت اجتماعی؟ تنها و تنها و تنها من و شما هستیم که با فعالیت، با کار کردن، با رسوندن اطلاعات خودمون به دیگران، با آگاهی رسوندنمون، با تلاش کردن برای اینکه بیشتر به مردممون برسونیم که شما چه حق و حقوقی دارید، چه عدالتی رو باید در کشورتون اجرا بشه، فقط بتونیم بهشون آموزش بدیم و آموزش ها رو گسترده کنیم و پیشرفتش کنیم. یعنی اونقدر بهشون بگیم که دیگه اونا بفهمند، دولت مردان بفهمند که مردم ایران دیگه میدونند که عدالت اجتماعی چی هست و برای حقشون دارن تلاش میکنن و نیاز دارن که به حق خودشون برسن. خب دوستان اگر که صحبتی، سوالی در رابطه با عدالت اجتماعی دارن، ما ممنون میشیم که صحبت دوستان رو بشنویم. بسیار عالی. خب دوستان ممنونم که تا اینجای جلسه در خدمتتون بودیم. امروز جلسه خوبی بود همراه با همکاران گرامی که در جلسه امروز حضور داشتن. ما امروز مصادف بود با 19 فوریه 2023 و جلسه نمایندگی منطقه شمال آلمان در مصادف با 30 بهمن ماه برگزار شد. خانم زهره حق‌وعلی رو داشتیم با موضوع کنوانسیون زبان مادری و مقایسش با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. آقای حسین مرادی‌زاده خشونت خانگی در ایران رو داشتیم. همچنین در این جلسه دوستانی ما رو همراهی کردن، مثل منشی جلسه خانم ارغوان فردیپور و مسئولین ضبط صدا و تدوین خانم منصوره صادقی و جناب آقای عربی، آقای فرشاد عربی. همچنین ادمین هایی که ما رو در این جلسه همراهی کردند، آقای علی صالحی و خانم سیمین پوردفن و خانم فهمه تیموری، که جا داره که در اینجا از تک تک دوستان کمال تشکر رو داشته باشم. مرسی از همکارانی که در جلسه حضور داشتید و در بحث آزاد ما شرکت کردیم. تا درود دیگر، بدرود. روز و روزگار خوشی رو داشت.